هنگام کار با هر نوع مواد کیمیایی زراعتی بسیار مهم است که از نحوه استفاده درست آنها اطمینان پیدا کنیم. در این زمینه دو عامل مهم است. عامل اول این که شما از مواد کیمیایی به شکل استفاده نمایید که محصولات را برای خوردن مضر نسازد. عامل دوم این که شما از مواد کیمیایی به شکل استفاده کنید که برای کارگران محصول زراعتی ضرر نداشته باشد. بسیاری از دهقین برای کاهش خطرات ناشی از استفاده مواد خطرزای کیمیایی برای محصولات خود روش زراعتی ارگانیک یعنی طبیعی را انتخاب میکنند. کشت و زراعت ارگانیک بسیاری از مواد کیمیایی که برای مصرف کننده و تولید کننده خطرناک میباشند را حذف مینماید. آرم یا لوگوی OMRI هنگام خرید مواد مانند کودها و سموم ضد آفات نشان دهنده تایید و صحت استفاده آن برای محصولات ارگانیک می باشد. با این حال، صرفاً ارگانیک بودن یک ماده کیمیایی به معنای بی خطر بودن آن نیست. هنوز هم اقدامات ایمنی مهم در هنگام استفاده از هر نوع مواد کیمیایی زراعتی به شمول محصولات ارگانیک باید مد نظر گرفته شود. مرور شما از چه نوع مواد کیمیایی زراعتی مانند سموم و دفع آفات و کودها در زمین زراعتی خود استفاده می کنید؟ باید هر شخص در یک زمین زراعتی فهم کامل از لیبل ها یعنی برچسب ها و دستورالعمل های مربوط به هر ماده کیمیایی که استفاده می نماید را داشته باشد. این معلومات شامل موارد زیر می باشد. دستورالعمل‌های دقیق در مورد نحو استفاده از ماده یا کود کیمیایی مانند مقدار دقیق مورد استفاده در مساحت مشخص و غلظت مناسب برای رقیق کردن آن ماده با آب قبل از اسپری کردن. لباس محافظ مورد نیاز هنگام کار با محصول کیمیایی زراعتی. شناخت فاصله زمانی مناسب بازگشت زاری و کارگران به زمین زراعتی پس از استفاده هر گونه ماده کیمیایی زراعتی. شناخت فاصله زمانی درست بین زمان استفاده کود کیمیایی و برداشتن بدون خطر و سالم محصول. شرایط نگهداری، شناخت و اطلاع درست از طریق و مکان نگهداری ماده کیمیایی بین زمانهای استفاده از آن. این معلومات باید به تمام زبانهای مورد نیاز ترجمه شود و هر ماده که در انبار نگهداری می شود ضمیمه شود. قبل از استفاده از مواد کیمیایی زراعتی، مکان مشخص و قابل دسترسی آسان برای مراجعه و دریافت معلومات وجود داشته باشد. به دلیل ماهیت ضد سمی مواد آفات، در ایالات متحده آمریکا قوانین سختگیرانه در مورد استفاده از بسیاری از مواد کیمیایی زراعتی وضع گردیده که بسیاری از آنها باید توسط افرادی که در زمینه استفاده از مواد ضد آفات آموزش دیدند و دارای مجوز هستند، خریداری و مورد استفاده قرار گیرد. صرف نظر از این که زمین زراعتی شما یک زمین زراعتی ارگانیک است و یا این که آیا شما از مواد کیمیایی غیر مجاز استفاده می کنید یا نه، آموزش چگونگی استفاده از مواد کیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنان این یک نظر خوبی است که یک یا چند نفر از کارکنان زمین زراعتی شما در یک دوره آموزشی معتبر کاربرد سموم ضد آفات شرکت کنند. مرور فاصله ورود مجدد به زمین زراعتی پس از پاشیدن مواد کیمیایی و فاصله قبل از برداشت محصول برای مواد ضد آفات که استفاده می کنید چقدر است؟ قبل از استفاده هر گونه ماده کیمیایی باید بدانید که از کدام لباس و تجهیزات محافظتی لازم هنگام استفاده از هر ماده خاص در زمین زراعتی استفاده می شود. یک راهکار خوب این است که هنگام اسپری یعنی دواپاشی هر ماده مایع غلیظ توسط ماشین اسپری کارگران حداقل باید موارد محافظتی زیر را بپوشند. دستکش، پیراهن آستین بلند، تنبان بلند، بوت‌های پوزبسته و عینک. لباس محافظ دیگری که ممکن است مورد نیاز باشد بستگی به ماده کیمیایی دارد که شما از آن استفاده می نماید و می تواند شامل عینک یا محافظ صورت باشد. مایک محافظ یا ماسک تنفسی
یا حتی روپوش کامل بدن که می تواند به عنوان یک لایه اضافی روی لباس پوشیده شود و بعد از اتمام کار دوباره کشیده شود. فارغ از این که چه نوع موارد محافظتی استفاده شده است، زاری باید دستان خود را پس از استفاده هر نوع ماده کیمیاوی زراعتی کاملا با آب و صابون بشوید. همچنان زاری و کارگران پس از اتمام کار بلافاصله بدن خود را بشویند، چرا که احتمال ریختن ماده کیمیاوی به طور تصادفی بر روی جلد امکان پذیر است. بهترین نوع لباس و تجهیزات محافظتی برای پوشیدن هنگام استفاده از ماده کیمیاوی زراعتی چیست؟ دانستن دستورالعمل های خاص و درست در مورد چگونگی استفاده از یک ماده کیمیاوی زراعتی بسیار مهم است، تا اینکه از این ماده بیش از حد یا کمتر از میزان مورد نیاز استفاده نشود. بسیاری از مواد کیمیاوی زراعتی به صورت پودر یا مایعات غلیظ به فروش می رسند که قبل از استفاده باید به میزان قابل توجه در آن آب رقیق اضافه شود. صرف نظر از سمی بودن یا نبودن ماده، از بویدن هر گونه پودرهای کیمیاوی بپرهیزید. در هنگام مخلوط کردن هر نوع پودر کیمیاوی، پوشیدن ماسک مخصوص گرد و غبار یا ماسک تنفسی به همراه سایر تجهیزات محافظتی ضروری می باشد. دفع مقدار اضافی ماده کیمیاوی پس از مخلوط شدن ممکن است هدر رود. پس هنگام مخلوط کردن هر ماده کیمیاوی تنها به مقدار مورد نیاز همان روز استفاده شود. دفع مقدار اضافی مواد کیمیاوی هرگز نباید روی زمین بریزد و هرگز نباید نزدیک هر نوع منبع آبی اجازه داده شود. همچنین باید قبل از استفاده از مواد کیمیاوی شرایط آب و هوا بررسی و پیش بینی شود. اگر ماده کیمیاوی به صورت پودر و یا اسپری باشد، استفاده از آن در روزهایی که باد می‌وزد فکر خوبی نیست. برخی از مواد کیمیاوی زراعتی مانند مواد ضد آفات نیاز به تماس فیزیکی با حشرات دارند و زمان مناسب برای مؤثر واقع شدن آنها نیاز است و اگر درست قبل از بارندگی استفاده شوند ممکن است هیچ تأثیری نداشته باشند، زیرا که توسط باران شسته می شوند. معمولا دستورالعمل میزان استفاده از هر گونه ماده کیمیاوی بر اساس هر هکتار بر روی آن نوشته می شود که برای تبدیل به مقدار مناسب استفاده در یک زمین زراعتی کوچک و محاسبات دقیق نیاز دارد. برخی دیگر از محصولات زراعتی بر اساس استفاده در سطح به مساحت 100 فیت مربع یعنی 11.11 متر مربع گزارش داده می شود که محاسبه آن برای زمین زراعتی کوچک آسان‌تر می باشد. تبدیل واحدها به شکل ساده که برای زمین زراعتی شما معمول است، باید به صورت دستورالعمل‌های کتبی تهیه و با بوجی نگهدارنده ماده کیمیاوی زراعتی ضمیمه شود. آگاهی از فاصله زمانی لازم، فاصله بین استفاده از ماده کیمیاوی و ورود مجدد به زمین زراعتی بسیار مهم است. این فاصله نشان دهنده بهترین زمان برای ورود ایمن به زمین زراعتی می باشد. برخی از مواد کیمیاوی زراعتی قبل از ورود مجدد زاره به زمین زراعتی باید کاملا خشک شده باشد. مواد ضد آفات محدودیت ورود متفاوت دارند، از چند ساعت تا بیشتر از یک هفته. در برخی موارد پس از استفاده مواد ضد آفات یعنی دواپاشی به زمین زراعتی داخل نشوید. علامت گذاری مناسب برای آگاه کردن افراد از اجازه نداشتن ورود به زمین زراعتی پس از استفاده مواد کیمیاوی ضروری می باشد. شما می توانید از نشانه های مانند مخروط های ترافیکی یا بیرق ها برای تعریف منطقه ممنوع ورود استفاده کنید. فرقی نمی کند زراعت شما ارگانیک باشد یا زراعت معمولی. در هنگام کار با مواد کیمیاوی زراعتی از جلد، چشم ها، دهان و بینی خود محافظت کنید. متوجه باشید ارگانیک بودن یک ماده کیمیاوی به معنای بی خطر بودن آن نیست. برخی از مواد کیمیاوی زراعتی به حفاظت خاصی نیاز دارند که شناختن و به کارگیری آنها بسیار ضرور می باشد.